شنوندگان عزیز به برنامه اقتصاد نوین خوش آمدین. در برنامه این هفته نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای اخیر و همچنین نگاهی خواهیم داشت به توزیع سرمایه در نقاط مختلف جهان. ترور اقتصادی و یا عدالت اخلاقی؟ این سوالی بود که هفته پیش در مورد آقای دومینیک استروس‌کان مطرح کردیم. آقای دومینیک استروس‌کان رئیس سابق صندوق بین‌المللی و یکی از دولتمردان چپ فرانسه است و امروز با توجه به مشکلات اعتباری قربانی خدمتکار اتاق آقای دومینیک استروس‌کان، پرونده اتهام به تجاوز به این قربانی در حال فروپاشی است. از سوی دیگر به دلیل استعفای دومینیک استروس‌کان از ریاست صندوق بین‌المللی، خانم کریستین لاگارد که وزیر اقتصاد فرانسه هم هست مسئولیت این پست رو بر عهده گرفته و یقین بر این است که مشکلات بغرنجی در انتظار این اولین زن فرمانده صندوق بین‌المللی است. در حالی که دولت یونان برای طرح یک صرفه‌جویی گسترده برای جلوگیری ورشکستگی ملی تلاش کسب به حمایت از طرف مردمش رو میکنه، رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی با یک طرح نوآورانه بدهی‌های دولت یونان را تمدید کرد و همچنین از سرمایه‌گذاران خصوصی برای شرکت در این طرح هم کمک طلبید. کشور فرانسه بزرگترین کشور در معرض بدهی‌های کلان کشور یونان و بعد از اون آلمان و انگلیس در نقطه دوم و سوم قرار می‌گیرند. یک چیزی که مسلمه اینه که کشور یونان ورشکست نخواهد شد، چون بدهی عظیم این دولت که به 340 میلیارد یورو میرسه همراه با میلیاردها دلار بدهی تجاری و همچنین میلیاردها دلار کالای بورسی که روی این بدهی درست شده، بدترین فاجعه نه تنها برای اروپا بلکه برای کل اقتصاد جهان خواهد. همچنین ورشکستگی هر کشور اروپایی به شهرت بانک مرکزی اروپا ضربه بزرگی وارد خواهد کرد، از اونجایی که این بانک بیشترین بدهی‌های کشورهای چون پرتغال، یونان و ایرلند رو در دست داره. از سوی دیگر بدهی کشور ایالات متحده آمریکا به 14 تریلیون دلار تخمین زده میشه که هر لحظه با 40 هزار دلار رشد میکنه و در حال حاضر دولت آمریکا هیچ طرح قانع کننده ای رو برای کاهش این بدهی درست نکرده. میزان این رقم 14 صفری اونقدر غیرقابل درکه که دولت مردان بیشتر روی انکار تمرکز میکنن تا روی اصلاح.